عید قربان عید خیر و فیض و احسان داری است. عید قربان عید خیر و فیض و احسان داری است. یک دعا از بحر ارواحان دلبرداری است. ناز و نعمت های بسیار ناز و نعمت های بسیار بر سر خانی همه دست مسکینان گرفتن دست مسکینان گرفتن عید عزت داری است. سرشار سلام و درود به پایان و شما بینندگان عزیز و ارجمند، همگی شما را از نام حرکت سیاسی گروه 24 شهروندان داخلی و شهروندان بون مرزی را و در قطار شما تمام مسلمان های روی عالم را به این فرارسی عید قربان عید مسکینان تبریک و تهنیت گفته، از درگاه الهی خواهان آن هستیم که تمام فیض و برکت رحمت الهی و تمام خوشی های زندگی که در خاندان شما می خواهیم الله برآورده بگردانیم و ناگفته نماند که این عید از سرشویش و از سرچشمه اساسیه که این عید پی میبرد و یعنی سر میشود و شروع میشود، این از حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام است. حضرت ابراهیم علیه السلام آماده بود که به خاطر رضای خدا فرزندش را قربانی کند و حضرت اسماعیل آماده بود که به خاطر رضای خدا سر خودش را قربان دهد و مادرش بی هاجره آماده بود که به خاطر رضای خدا فرزندش را قربانی برند. چگونه ای که در سوره حج الله تبارک و تعالی در آیه 37 می‌فرماید این گوشتی که شما قربانی میکنید از چارپایان چی از اشتر باشد چی از گاو باشد چی از گوسفند و امثال اینها چارپایان، شما خیال نکنید که این گوشت و پوست اینها از اینها الله استفاده میکنه. اینا همشان برای مسکین و فقیر و بیچارگان هستند و از برای رضای خداوند هستند و تقوای شما پیش الله و رضایی الله بالای شما هست که شما از برای رضای خدا شده چیکار میکنید؟ قربانی میکنید، ذبح میکنید که این عید این عید قربان یکی از فضیلت و مرتبه های با خود خاص دارد که از نامش برمی آید که این عید عید قربان است و قربانی دارای این همین عید است که الله تبارک و تعالی به حکمت نگفته است که شما هر ذبحی که میکنید به خاطر رضای ما میکنید و الا از اون گوشت و پوست الله استفاده نخواهد کرد. تمام این گوشت و پوست به خاطر رضای خدا و برای مسکینان داده می شود. لذا به خاطر امیر فراموش نکنید که به هر یک مویی که شما قربانی میکنید به هر یک مویش برای شما ثواب و اجر خدا داده می شود. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم روایت ابو داوود است بهترین ایام روزی هست که در اون قربان کرده می شود، در اون قربانی کرده می شود، یعنی در اون ذبح کرده می شود و یعنی که در اون روز قربانی داده می شود. از این فلسفه و از این حکمت قربانی ما چی بگیریم؟ یعنی آن میگیریم که ما هر وقتی که هر چیزی که به خاطر رضای خدا قربان شد حتما الله اون را پس نگرداند و یا این که از اون خوبترش را برای تو میدهد.
قربان شدن در راه خداوند، قربان بودن در راه خدا، این آن هستی تو فضیلت و مرتبه و بزرگی خیلی بخویم رو نزد خداوند دارم میشوی. بخاطر همین این روزی مسکینان و این روزی ذبح قربانی بخاطر مسکینان را فراموش نکنید و ذبح کنید. کسانی که شرایط خوب دارد و هر کسی که شرایط خوبی قربانی کردن ندارد میتواند که از این روزی عید استفاده کند و در تبریکات یکدیگر دعا گفتن در حقی هم دیگر باشد. خب در آخر تمام شما را از نام حرکت سیاسی گروه 24 تبریک و تهنیت میگویم و این آمدن این قربان عید شریف، عید بزرگ، عید سعید مسکینان و عید تمام ما مسلمانان. سلامت باشین، الله نگهبانتان، عیدتان مبارک باشه.